در این قسمت از چرخه استبداد از روایت یا درایت سخن می‌گوییم. جهان مدرن جهان سندیت درایت عقلی است و پایگاه ارزشی آن به رسمیت شناختن عقل نقاد و خودبنیان انسان کاوشگر، جستجوگر و کنجکاو می باشد. در جهان کهن اما عقل جایگاه یگانه امروزین خود را نداشت. دست و پای عقل بسته با زنجیر نقل بود. اصالت روایات سایه سنگین خود را بر خردمداری انسان افکنده بود. در اینجا منظور از کنار گذاشتن روایات و داستان زندگانی بشر نیست. پرداختن به تاریخ بدون روایتگری ممکن نیست. انسان نیز موجودی صرفاً منطقی نمی باشد تا یک سر شناخت و تصمیمات خود را بر پایه عقل و خرد متکی نماید. هم تجربه و هم مطالعات علمی نشان می دهد که اسطوره، روایت و داستان در مقام سند، حجت و دلیل برای بسیاری در جهان مدرن نیز جذاب و مجاب کننده است. منظور ما در اینجا بیشتر اشاره به یک انتقال پارادایمی و جایگاهی از جهان ساخته روایات عصر باستان به جهان مبتنی بر خرد در عصر جدید است. روایت در کنار درایت وجود دارد ولی جایگاه و اعتبارش عوض شده است. اغلب در علوم ارتباطات از تأثیر روایت و داستان در جلب توجه مخاطب سخن به میان می آید. حرف ما این نیست که بخواهیم منکر این واقعیت شویم، بلکه می خواهیم توجه شما را به استفاده‌ای که در فرهنگ ما به طور اغراق‌آمیز از روایت بر علیه درایت شده و جانی برای تنفس عقل در این فرهنگ باقی نگذاشته سخن بگوییم. در فرهنگ دینی ما سخن منسوب به قدیسین مذهبی سند و حجت است و جای چون و چرا ندارد. عقل در نهایت ابزاری برای فهم آن است و نه وسیله‌ای برای نقد یا مخالفت با آن. علاوه بر آن شعر نیز در ردیف دلیل و حجت کاربرد وسیعی دارد. اعتبار انبوهی از استدلالات عقلی یک سخنران جیردست را یک شعر مناسب تایید و مخالف دلایل او را که رقیبی بخواند مخدوش می نماید. در این فرهنگ بشر به سوی انحطاط گام بر می دارد و اصالت در گذشته اوست. در عصر کهن مذاهب ادعای نجات بشر را از این سقوط و انحطاط می نمودند و در عصر مدرن این وظیفه را ایدئولوژی ها به عهده گرفتند. ایدئولوژی هایی که امروز رنگ باختند و دوران شکوه خود را از سر گذراندند. برای نجات بشر باید انسانی از طراز دیگر به کمک پیامبران و یا رهبران ایدئولوژیک ساخته شود و پا به عرصه حیات بگذارد تا بشریت را از انحطاط و سقوط نجات دهد. بشر ایدئال مذاهب انسان صالح و بشر فاشیسم و نازیسم انسان کامل و بشر کمونیسم انسان عادل است. بر مبنای این فرضیات چون این انسانهایی در جوامع ابتدایی و اصیل انسانی بسیار بودند و این تمدن مادی جدید در تلقی مذاهب و سرمایه‌داری بر مبنای مارکسیسم است که باعث شده که چنین انسان‌هایی اگر هم وجود داشته باشند جایگاهی در اجتماع نداشته باشند. مذاهب انسان‌های صالح بسیاری را در قالب پیامبران و برگزیدگان خدا، صلحا و امنای مردم در گذشته معرفی می‌کند. فاشیسم و نازیسم هم نژاد پاک آریایی را مملو از انسان‌های کامل می‌دانست و مارکسیسم هم کمون اولیه را مملو و از انسان‌های عادلی که دار و ندار خود را با جمع به مشارکت می‌گذاشتند و از مالکیت و بهره‌کشی از دیگران در آن خبری نبود معرفی کرده است. وجود چنین اسطوره‌هایی در گذشته دور و نزدیک روایت از کرده‌ها و گفته‌های چنین انسان‌هایی را به عنوان پایگاه اخلاقی و الگوی رفتاری بشر ناگزیر می‌کند. بنابراین اسطوره و روایات و افسانه سپایه فرهنگی است که تصوری آخرالزمانی از جهان در حال انحطاط دائم و سقوط دارد. آیا ما هنوز در چنین دورانی هستیم
و از دوران روایات مذهبی که از آن بیش از 4 دهه اخیر گذشته به دوران حکمرانی روایات میهنی بر اذهان و دلهای خود نقل مکان میکنیم، یعنی کماکان در پارادایم تقدم روایت بر درایت مانده ایم، یا نسلی در ایران در حال برآمدن است که از روایت به درایت نقل مکان نموده، آینده آن را نشان خواهد داد. امید که چنین باشد.